درود بر شما عزیزان و یاران همراه. به یادی خدا 11 جلسه از سلسله برنامه‌های آموزشی اون رو پی می‌گیریم با شروع ردیف مقدماتی. جهت اطلاع دوستانی که برای اولین بار دارن این کلیپ‌های آموزشی می‌بینن عرض می‌کنم که امروز جلسه 11 هست و در 10 جلسه گذشته ما آموزش 10 تا تکنیک رو داشتیم. از امروز در جلسه 11 اولین جلسه است آموزش ردیف‌های مقدماتی رو آغاز می‌کنیم. بنا به نظرسنجی که از تک تک شما عزیزان کردم و نظر همتون هم برای من محترم هستش، بیشتر آرا نظرشون این بود که با ابو عطا ردیف‌های مقدماتی رو شروع بکنیم. به احترام این که تعداد بچه‌هایی که ابو عطا رو خواستن بیشتر بود، از ابو عطا آغاز می‌کنیم. ان شاءالله یواش یواش در برنامه‌های آینده آوازها و دستگاه‌های دیگه. برای ردیف مقدماتی من از کتاب مرحوم استاد جلال ذوالفنون استفاده میکنم، چرا که ردیفایی که ایشون در کتب آموزشیشون نوشتن ردیفایی بسیار معقول و منطقی و زمانی که هنرجو ردیفا رو مینوازه، زمانی که به ردیف تکمیلی میرزا عبدالله میرسه، در اون ردیفا دیگه بی‌سواد نیست و گیج و سردرگم نمیشه و میتونه از پس اون گوشه ها و ردیفا و ارتباط با اونها بر بیاد. مرحوم استاد ذوالفنون در کتابشون به گوشه ها رو ساده کردن، خیلی هنرجویی کردن در اصل و بعضی از گوشه ها رو همراه با شعر نوشتن که ارتباط هنرجو با ملودی بهتر بشه و خود شعر هم به درک ملودی، درک بهتر ملودی میتونه کمک بکنه. و میدونید که موسیقیدان موسیقی شعر محور هست و تعداد زیادی از گوشه هایی که ما داریم بر اساس اوزان ادبی ماست. اینه که گوشه‌ای که ما می‌زنیم بی تردید و بی شک از شعر نمیتونه جدا باشه. به همین دلیل مرحوم استاد ذوالفنون اومده از شعر کمک گرفته برای درک بهتر، ارتباط بهتر. قبل از اینکه شروع بکنم، پیشاپیش از دوستانی که من در پیج دارم و خدمت همشون هم ارادت دارم و آوازخوان‌های بسیار خوبی هستن، معذرت‌خواهی می‌کنم و از تک تک شما عزیزان معذرت‌خواهی می‌کنم، چرا که من مجبورم با صدای بدی که دارم بخونم و بنوازم که اون هنرجویی که میخواد از این کلیپ استفاده بکنه بتونه بهره کافی شو ببره. پس من خواننده نیستم، صرفا میخونم به خاطر ارتباط کلام و ملودی. ابو عطایی که ما بیاری خدا شروع میکنیم، ابو عطایی سول هست. توضیح میدم یعنی چی. کوک ما دو سول ره، کوک ما رو دو سول ره میگیریم، چه در تار چه در ستار، و سرکلیدش هم هست میکرون سی مول، الباقی نوت‌ها سر جای خودشون. یه توضیح مختصر تئوریک خدمتتون عرض می‌کنم راجع به درجات ابو عطا. می‌دونید که ابو عطا آوازی است زیرمجموعه دستگاه شور. به روایتی بعضی معتقدن که نوت شاهد ابو عطا، تعریف می‌کنم شاهد یعنی چی، معتقدن نوت شاهد ابو عطا درجه دوم شور هستش. به روایتی دیگری تعداد بیشتری از اساتید معتقدن که ابو عطا شاهد ابو عطا درجه چهارم شور هست و درجه دوم ایست ابو عطا است. به هر حال با احترام به نظر هر دو دیدگاه، من خودم اعتقادم و برداشتم و درکی که از ابو عطا دارم این هستش که اگر ما ابو عطا رو درجه چهارم شور بدونیم منطقی تر هست. چرا؟ ببینید نوت شاهد شورتون دوستان عزیز هر چیزی که باشه، مثلا شما شور رو از هر نوتی دارید میزنید و شاهد شورتون هر چیزی که هست 4 درجه بشمورید، به سمت بالا حرکت بکنید، به شاهد ابو عطا میرسید. یعنی چی؟ خدمتتون چند دقیقه پیش عرض کردم که ابو عطا که من میزنم ابو عطا سول هست. یعنی چی؟ یعنی مادر اون شور ره بوده. پس شما وقتی که شاهد شورتون هر نوتی که باشه 4 درجه بعدش میشه ابو عطا. شاهد من ره هست، 1 2 3 4 4 پرده بعد میشه شاهد ابو عطا. مثلا شور من 2 هست میشه 2 3 4، شور هم میشه ابو عطا، هم میشه ابو عطا فا. یا مثلا شور من فرض کنیم مثلا سول هست، ابو عطا من میشه 2. چطور؟ خود سول 1 حساب میشه 1 2 3 4. پس شاهد ما، شاهد شور ما هر چیزی که باشه 4 نوت پس از اون میتونیم شاهد ابو عطا رو پیدا کنیم. پس بچه‌هایی که در مقطع آموزش هستن و فعلا با دستگاه شور دارن آشنا میشن میتونن این حسار رو تجربه بکنن، 4 نوت از شاهد بشمرن برن بالاتر، اون نوت میشه شاهد ابو عطا.
شاهد چیست؟ نوتی که بیشتر از بقیه نوت‌ها مشاهده میشه و خودش رو نشون میده و ملودی هولوش اون نوت میچرخه و یا به عبارتی ردپای اون نوت در ملودی بیشتر از بقیه نوت‌ها دیده میشه به اون میگیم نوت شاهد. پس ابواتوری سول که من عرض میکنم یعنی شاهد ما نوت سول خواهد. پس از شاهد نوت دیگری داریم به نام نوت ایست. نوت ایست چی هست؟ نوت ایست نوتی است که موقت میتوان روی اون ایستاد، جمله رو از جمله جدا کرد و یا حتی بین جمله روی اون توقف موقت داشت و سپس ادامه داد. نوت ایست نوتی است که میشود روی اون موقت ایستاد ولی حس خاتمه و حس پایان رو به ما نمیده. یعنی شما وقتی دارین ساز میزنید در یک جمعی دارین ساز میزنید، وقتی روی نوت ایست میایستین کسی شما رو تشویق نمیکنه، کسی اون رو پایان به حساب نمیاره، یعنی در منطق آوازیش نمیتونه اون رو پایان بپذیره. پس نوت شاهد شد نوتی که بیشتر از بقیه نوت‌ها تکرار میشه و ملودی هولوشش میچرخه. نوت ایست نوتی است که میتوان موقت روی اون ایستاد، نفسی تازه کرد، ملودی رو تازه کرد و ادامه داد، ملودی رو اندیشید و ادامه داد و میرسه به نوتی به نام نوت خاتمه که دیگه اسمش با خودشه و اجرای ما روی اون نوت به پایان میرسه. یکی از خاصیت‌های آوازها دوستان عزیز اینه که آوازها گاهی میتونن روی شاهد خودشون به پایان برسن ولی اغلب پسندیده است که روی شاهد مادر، یعنی مثلا شما وقتی دارین دشتی میزنید معمولا انتهای دشتیتون میره روی ره ختم میشه، وقتی که مثلا عبارت ها میزنید روی فرزن شاهد شور مثلا ره ختم میشه، ولی یه مقدار در بیت ترک و آرزان خدمت شما افشار توضیحات دیگری هست که راجع به خاتمه اونها بعدن به موقع در سر جای خودش براتون صحبت میکنم. خب پس الان وقتی من دارم ساز میزنم دقت بکنید که نوت سول نوت محوریست و چقدر ملودی داره روی سول مانور میده. یکی از ضرری که بعضی درجه دو شور رو شاهد ابواتا میدونن اینه که شروع بعضی از گوشه ها مثلا سیخی که از گوشه های خیلی مهمه هست درجه دو شروع میشه، به همین دلیل میان میگن درجه دو میتونه شاهد باشه. به اون نظریه غلطی نیست، نظریه معتبری است از اساتید معتبر، ولی من به این دید نگاه میکنم که ابواتا درجه چهاره شور هستش. خب از اون تکنیک هایم که در ده جلسه گذشته آموزش دادم میتونیم در این درس استفاده بکنیم. پله پله میرم جلو، سادش رو میزنم، جایی که میشه تکنیک اضافه کرد رو اضافه میکنم، توضیح میدم. خب گفتیم که ابواتای سول ما زایده شور ره هستش دیگه، چهار درجه بعد از شاهد شور میشه ابواتا، درسته؟ پس چهار درجه از ابواتا برگردیم به شور میرسیم، درسته؟ خب به همین دلیل مرحوم استاد زلفنون اومده این رو خیلی نگاه آموزشی روش داشته و تاکید کرده، یعنی با ره شروع کرده، یعنی از شاهد مادر شروع کرده. دوره 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 ره با استکاتو شروع کرده که قبلا توضیح دادم. حالا این رو من بیمدار تکنیکش اضافه می کنم. شعر شروع میشه. من از تو سر ندارم، من از تو سر ندارم، چی دوستی. خب اینجا استکاتو نوشته میشه تکیه کرد، اینجا خود استاد زلفون نوشته چی دوشی استیکاتو، حالا با تکیه بشی هر دوش میشه پسندیده است کفه یا بدون ریز کفه یا با ریز کفه دیگر یا دیگر، پس میشه کفه
یا استکاتو. اینجا تحریر داریم. دیدیم بچه ها، من گفتم فا فا دو بدون مزاب، یعنی فا رو به دو خط کردم. فا فا حالا یه اتفاق رومی میفته، تکران تحریر. دیدیم که باز خاتمه درآمد اومد روی پایه مادر، یعنی روی شاهد شور ایستاد. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. اگر نظری پیشنهادی دارین و یا سوالی در مورد درآمد دارید، میتونید زیر همین پست برای من کامنت بذارید. بی تردید به احترام به تک‌تک شما عزیزان تک تک کامنت ها رو پاسخ خواهم داد. دوستانی که علاقمند دارید، میدونید که اهل موسیقی هستن و شرطی که بس رفتن ندارن، رو میتونید زیر این پست تک بکنید که اصلا ابتدای شروع ردیف های مقدماتی به جمع ما پیوندد. موفق و معید.